تو هرچی گفتی میگفتی من رد کردم، تو میفهمیدی که چی به خوبیم از من نفهمیدم ای فیکوم. ایسای ما خالی بودم و میرسیم و هنوز به آرزوهای خود، هنوز امید است و بازوهای تو. تو راست میگفتی راقه به جز فرار نیست، نگم من مسئولیتی دارو میره میکنم حس. سعیست که حال کرده روزگار با ما بوش، سعیست که کسی نکرده طالب بگپ ما گوش. سعیست راست میگفتی اینجا نیست دلت خوش، اما ای روزکی سر ما آور دفراموش. نکو نرو از امتن دور نشو، ای وطن از من نیست، ای امتن از من نیست. نگو قبول دارم سعی سر چی میگفتی، مگم ای کاش ما رفیقی هم دیگر میبودیم. حالا پشت یکی دیگر فد نمندازی، مده جنگ و از خودگی هرگز نمیبازی. ما بریش خود تیش زدیم، اقبا جانه بستیم که در صد سال نظری به وطن نمندازیم. عوام امروز دلگیر سرد شده، صمیمیت ها گم از دلای ما درد برسته، خوبانش برزورد بی از کلش گپ بوده. ما با امیدی که روز میسازم اجتماع را غرق در این سوال هستم که کجا بانم غما را، کل کار را میکنند سول ندارن، مهارت نفاق جدال مردانگی درک ندارد. تا با گیب و پالم پیدا کنم قافیه ها را، هچی وقت میفامی را حت میسازی ما را. با گلوله میبندن طفل بیگناه را، با میدان جنگ کردن تبدیل ملک ما را. دائم دعا میکنن کاش باران نباره، چقه افراطی معرفی کردن خدا را. چرا اقه اصرار و چرا جنگ دوباره، چرا انتحاری، چرا انفجار؟ ما اصلا کی هستیم؟ ما چیخ داریم که قضاوت میکنیم و بم میگاریم؟ چرا به جنگ خوش هستیم و کل ما سلا داریم؟ وطنه نمیبینیم و جهاده میبالی نشده، هر کس دیدیم بد میگیم و مینالیم. و دنیا ببینیم ما باید که از دوست ما نیست، گاره پیش نمیره با شاید تلاش وقت نیست. راست میگفتی هدف و نداریم برای خیش، ما ارادش نداریم تا که بریم به پیش. بیاین حداقل نزنیم زخم زبان و نیش، این وطنه ترک نکنیم برامیش. باید خود ما آبادش کنیم، خودش نمیش. خوش آمدید، خیلی عالی، ممنون. بفرمایید، بفرمایید، خسته نباشید. زنده باشید. بیننده عزیز، معمولا شاید اکثر رپا و رپرایی که میخوانن پلی بک بخوانن، ما میگیم که اصطلاحی که آهنگشان از قبل ریکارد شده است و شعرشان هم همینطور و ترکیب شده و بعدش نشر میشن. اما زهین عزیز، بله سپ، شما ممنونتان که لایف خواندین، خسته نباشید. خواهش میکنم، زنده باشید. گلوتان خشک نشده؟ نه خیر سپ، من عادت دارم دیگه. شعر خیلی زیبا، شعر خیلی زیبا، خیلی این زمان که خب قسمتایی رو داشت که متاثر کننده بود، قسمتایی رو داشت که امید میداد و در ارتباط به وطن لطف و افغانستان لطف، اگر اشتباه نکنم، و اینکه باید ماند، باید ساخت و باید نسل بعدی را براش امید داد و انرژی داد. وقتت بخیر، عیدت مبارک، خوش آمدید. عید شما هم بخیر، عید شما هم مبارک سپ. اول یک سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های عزیز، هموطنای ما در گوشی از جهان کسن، در گوشی از افغانستان کسن، و عید سعید فطره از صمیم قلب برشان تبریک عرض میکنم به خانواده های محترمشان و تمام وطندارای ما که فعلا ما را بیادر از شبکه تلویزیون یک میبینن. تشکر، و عید خوش رو برشان میخوانم. تشکر، خواهش میکنم. تشکر از شما. من میبرم نزدیک کنم. شما نلارم چی دقیقا زیاد خوردم سید. فکر کنم در نور موسیقی نباید اوچه مشکل تروی دقیقا، و حفظ کول خصوصا کلمه پا کلمه در دیر زیاد سخت داده. همیش همه سبک ها سختی های خودش داره و همینطور زحمت خودش هم میخواید در قسمت حفظ کردن شعر، در قسمت ساختن موزیک، در قسمت ای که بالاخره وقتی یک اثر از خود خلق میکنیم قوی و محکم باشه. زهین عزیزم تلاش خودش کرده، من فقط میخوام بگم که قرار امشب هم در شب قهرمانان رنکس حضور داشته باشی و آهنگ مختص این برنامه فکر کنم تهیه دیدی، درست است؟ یکم اطلاعات در مورد زو بتین، قبلش در مورد آهنگی که اینجا اجرا کردین یکم اطلاعات بر بیننده بتین. بله زیب، قبلش خب
ای آهنگ که ما فعلا برتن اجرا کردم زبی تایتلش مرا ببخش است فارگیو می است و یک آهنگ است که به موسیقیش به سبک به استایل آرندی است و یعنی که کورس نداره یکم متفاوتر من خودم ساخته میشه یعنی که ورس اول یا مو بند اول کمی طویلتر از بند دوم بوده و در جاهایی که بیت نیست ملودی هستم ما متن گنجانده بودم اجرا کردم و کلا موضوعش قسمی شما گفتین درباره این وطن است بله اعتراض ما در افغانستان وقتی مثلا من خودم شخصا یا وقتی رپ یعنی می نویسیم یا رپ می خوانیم موضوعات های زیادی است به خاطر رپ زیاد است بله ها مشکلات و بعضی وقتا که سوژه ها زیاد باشه هم مشکل خلق میشه برای انتخاب بله ها برای انتخاب و ما قسمی شما گفتین هم تشویق که در وطن بمانیم و خود ما تلاش کنیم و آبادش کنیم این محتویات ما انتخاب کردم خیلی عالی بله آواده ای آهنگون جانیدم خب اطلاعات کلی هم در مورد آهنگ که قرار است امشب در و اجرایی که قرار است در شب قهرمانان داشته باشی و امشب قرار است از تلویزیون یک پخش بشه و شما اونجا اجرا داشته باشین یکم اطلاعات کلی در مورد تو هم بتین بعد برمیگردیم مکس پرسش های دیگه دارم سلما جانم داره که مختص مورد خودتان است بسیار خوب بسیار خوب سپ امشب در برنامه شب قهرمانان که وطندار عزیز ما احمد ولی جان اوتک هم مبارزه مسابقه دارن سپ بله. که من خودم شخصا طرفدارشون هم هستم تشکر بله سپ یک آهنگ تهیه کردیم یک موسیقی هم برای زی آهنگ ما ساختیم موسیقی در سبکی است که بسیار ما اگر فارسی بگویم قسمی مثلا سلاشور است بسیار موتیویشن است از استرینگ های بسیار با کرچ بالا داخل از استفاده شده و بسیار بیت های محکم کوبیده شده داخل از خیلی عالی بله آسف و کلش به خاطر ازیست که برای ورزشکار ها انرژی انتقال بده و بخصوص برای ورزشکاری که شما علاقه مندش هستید بله بله آسف خیلی خوب و دیگه به خاطری که این برنامه را خارج از کشور را میبینن یک ورسش و یک بندش ما انگلیسی هم نوشته کردم سیب آه خیلی عالی به زبان انگلیسی خیلی عالی دیگه اون محتویاتش امی به حساب چیز است تقدیر کردن مثلا از افغان ها از افغان های غیور ما شما از وطندار های ما و او هم همچنان همطور تشویقی میباشه سیب الیاس جان هر هنر هر موسیقی هر برخی زحمت غواړي چې باید کار ور باندې وشي وخت ورته غواړي چې باید ورک رسی تا څومره وخت ورک رپ ته چې تا پوه شوې چې زه اوس یو ښه رپ ویلی سم چه قدر وخت میگیره؟ من ترجمه کنم ترجمه. خوب است آقای الیاس هین پرسششان دقیقا از شما این بود که هر هنر زمان زیاد رو نیاز داره که تا آدم وارد بشه و درست بتانه در اون هنر نمایی کنه چقدر زمان برد که خودت در سبک رپ جا بیفتی و اثر از خود تولید کنی و من پیشترم میخواستم دقیقا بدانم که شعر از خودت هست نیست چون نوشتن کلمات واژه ها و ترتیب اینا کنار هم چیدن اینا و خواندن اونا در رپ بسیار کار سختی هم هست فقط در ارتباط چقدر زمان برد که خودت در سبک وارد شدی و انجامش دادی بالاخره خب نوشتن و گفتین که شما گنجالیدن و در رپ با نظر شما سخت میه البته من نیست ولی اصلا کیست دیگه خب ما رپ که چی زمانی که شروع کردیم او خو یادم نمیه ولی فکر میکنم که احتمالاً حدود یک 14 سال 15 سال پیش میشد که ما یک آهنگ از یک رپ خوان انگلیسی به نام توپاک است که فعلا او حیات نیستم از او شنیدم و بعد از او که ما او آهنگ شنیدم من متوجه شدم که یعنی بسیار ما خوشم آمد و خودت در اون قالب پیدا کردی درسته؟ بله درسته و پس 14 سال زمان زیادی هست کلمات را خودت میچینی؟ تمرین کو بنویس بله ها کلمات ما خودم بنویسم شعرم خودم بنویسم برای آهنگایم تکستش البته و این تکستی که آهنگ که اجرا کردم خودم نوشته بودم خب رپ قسمی هست که وقتی بنویسی او حجاب بندی داره قسم کمپوزیشن یک ذره بسیار پیچیده داره مثلا هر بند از خود کمپوزیشن داره که چطور در سر اسنیر چطور در سر کیک چطور در سر هیت تو کلمات مثلا در نظر بگیری و بچینی
نمیشه که مثلا شعرشه یا همون به حساب متنشه کسی دیگه بنویسه. زیادتر از خاطر که بازر حس انتقال دادن نمیتونه. درست است اگه من اشتباه نکنم وقتی میخونه 50% همون است که باید حس انتقال بدیم زمانی که کسی دیگه بنویسه میگه این آها کسی دیگه بنویسه واسه که مشکل ایجاد میشه. درست است یک ذوقی شما عواقب شما است که او حس نمیتونی اصلا بله انتقال بدی و دیگه او هجاهایش شاید هم بشه ولی بسیار اصلا اون کار نمیشه دیگه. در فرهنگ رپ تور نیست که کسی دیگه ای بنویسه، باید خودتون حتما بنویسید. مشکل بوده، سخت بوده، بسیار زیاد بیشتر هم گفته که به شما سخت است. ما یعنی پس برای اینکه خب ما سخت فکر میکنیم ولی برای یک رپ خوان سخت نیست. خب آقای زین تعداد شاید شما رو نشناسن، شما گفتین 14 سال است که رپ کار میکنین و رپ میخوانین، سنتون رو بگین و ای که ما همیشه رپرها را با بادی قوی دیدیم، بازوهای مثلا ببخشید که میره قوی صحبت میکنه بخاطر از اینکه مثلا آمیانم درست برای شما بفهمانم که همیشه هیکل چی داشتن؟ کلاغ داشتن ولی زهین برعکس با اینکه خوشتیپ هستن، من تعریف میکنم خوشتیپ هستن و خیلی تیپ خودتان دارین، این که تیپ لباستان و همینطور ساعت و دستبند و گردن من اینا رو دارین. صبح با من خبردار نترستم که یک تیپی دور سر بزنم، البته از بعد معذرت میخوایم. نخیر او قسمی که شما میگوین نیست، تمام شدن بادی ندارن. آه حتما من نمیشناسم، دو نفرش اگه شما میشناسید من منظورم از افغانستان نیست، در عموم صحبت میکنم. خب در عموم صحبت میکنم، شرط نیست که حتما باید بسیار زمینه وسیع داره، چیزایی که میگی قسمی که هستی هر قسمی که دوست داری میتونی باشی، ولی نکته مهمیشی هسته که باید کاملا خودت باشی و کاملا باید ریال باشی. عالی. خیلی خب در مورد سنتان هم برما بگین. در مورد سن ما 27 سال سن دارم. خب پس چرا نمیگی که مثلا زیاد با اینکه کلیشه‌ای شده و هنرمندا فکر میکنن مال دیگه آر میدونن که بگن از زمان کودکی و از زمان نوجوانی حداقل شروع کردین، درست است؟ چون همون زمان است که استعداد شکل میگیره، همون زمان است که انسان خودش رو میتونه پیدا کنه و معمولا روانشناسا تاکید میکنه زمانه که بین 7 فکر کنم بین 1 سالگی تا 7 سالگی و بعد از 7 سالگی تا 15 سالگی است، درست است؟ متفاوت باشن. دورهای اساس هستن. خیلی خوب. الان خب اوس به دیر زیات اساس نمونه نو کوچ راغلی او خسته بل رب به هم مکتا وای قربان شما مو پتمو نو ام دې سره به متاثر خداحافظ میکنیم. ممنون از اینکه مهمان برنامه ایمان بودین، مهمان خانه گلبان بودین. اجرای آخر شما رو میداشته باشیم و امشب موفق باشین. امیدوار هستم که بازیکن یا ورزشکار دلخواه شما برنده باشن. میشه ان شاء الله مثل دفعه پیش. سلامت باشی. بفرمایید اجرا کنید. امیر عزیز. یو. یه. داریم آباد شاریم، فردا ما ممکن در دنیا نباشیم، تنها با زبانیم یا تنها با پول میتانیم، ما خود را تعب از اسم بگیریم، نیم و جاویدانیم، میگن اگر پا نمیفامیم، این پول گزی ورچی باشه زیشم نمیخانیم و گمانیم، ما که پول نداریم آخر تنها میمانیم، اما دستیم نمیشیم، نه دوباره کلمه باری دوباره جایی دادیم، در رب خود پول لعنتی رو شده نوانیم، اما نه دبین داریم، ما اعتقاد داره در پول میدانیم و پیسه نداره ورزشی با ما انسانیم، ما دائم بری وطن راه کار دادیم، ما گل شروز از کار آمد از دقیق از بابیم، همی کاریم شده زمین خاطرم کار زاریم، اما تسلیم نمیشیم آخر میکنیم ثابت. باز در پیش دوز هستیم، به طرف خطر بارها رفتیم، امروز و فردا نداره با ما فرقی، ما با رپ خود ملت آگاه کردیم.
کردیم رسید بابا نو و بابا رپ لالایت زوب تاله ده نفره گفت ویزه دارم بالایت من قرص دار اوگار دایم سر کارا بگم با من چی که چی میفامی چی قدر از دارایت زوب ملازان تا دم شام با مثل سگ میدوم ما پشت نان نما نرسیدون تاله با جای قرص دار تا بدان نوار کیره میگو میگه برو مرا بون این رپ لعنتی اولویه داشت برم روزی که ویزه نداشتم بد شده بگدیم روزی که داشتم اندیوال میبارد سرم اما لکسی ده قسم نیست نمیفهمم چی کدیم اما اگر رزد ده پول از منه خواستمش دایم اتاقم پور دود از منه باختمش با جب خالی و رپ خوب میبالی مو یکی دیگره دارم و تنها نمیمانیم ما زرا پیش تو زستیم و به طرف خطر بارها رفتیم امروز فردا نداره با ما فرقه یا ما با رب خوب ملت آگاه کردیم یاو